و اما مهمان این هفته یه تبلت یکی از زنان پارلمان اروپا است پارلمان اروپا در تمام این سالها گوشش بسته بسیاری از زنان حجاب سرشون کردن رفتن داخل ایران و تعظیم کردن در برابر جمهوری اسلامی مهمان من هانا نیومن هست که این ماهای انقلاب زن زندگی آزادی تلاش کرده سپاه رو در لیست تروریستی قرار بده علیه جمهوری اسلامی حرف بزنه ولی با هم باشیم سوالایی دارم که ممکنه سوالای خیلی از شما باشه خانم هانا نیومن از پارلمان اروپا سلام خیلی خوش اومدین از پارلمان اروپا به برنامه تبلت ما خودمون تو ایران میدونیم که جمهوری اسلامی چه سمیه چه خطریه برای آزادی برای حقوق بشر برای زن برای کرامتمون ولی سوال اینه که شما فکر میکنید جمهوری اسلامی چه خطری برای آزادی در اروپا محسوب میشه و چجوری باید این خطر رو حلش داد به عقب سرکوب مردم داخل ایران توسط جمهوری اسلامی واقعا بیرحمان است در این حال ما سال هاست که میدانیم حتی به همین جا هم ختم نمیشه. می بینیم که ترورهای زیادی در کشورهای مختلف خاورمیانه انجام می دن در لبنان، سوریه، عراق، یمن و کشورهای دیگه. اما حتی به اینجا هم ختم نمی شه. ما می بینیم که چطور نمایندگان و فرستادگان رژیم و سپاه پاسداران و عوامل جنایت اونها سعی می کنند که بر مباحث مطرح در اتحادیه اروپا تاثیر بگذارند و همینطور ایرانیان خارج از کشور رو که با این رژیم مخالفت می کنند رو تهدید کنند و بترسونند. شاید یکی از مهمترین سرکوب‌های اخیرشون این باشه که شبکه ایران اینترنشنال مجبور شد که به خاطر تهدیدات دفتر خود رو در لندن ببنده و ما حتی تهدیدات مشابه رو در اروپا داریم و نیروهای امنیتی ما دارن هر روز بیشتر در موردش تحقیق میکنن. حالا من خیلی تعجب می‌کنم از اینکه انگلستان به جای اینکه بیاد سفارتش رو ببنده به خاطر تهدیدایی که تلویزیون ایران اینترنشنال از طرف سپاه شده میاد خود ایران اینترنشنال میگه شما بیایید ببندید این خیلی برای من شوک‌آوره ولی یه سوال ساده دارم ببینید همین الان کشورهای اروپایی پوتین رو منزوی کردن تحریم کردن از همه جا حذفش کردن اخراجش کردن ولی کیه که داره به پوتین پهباد میده برای کشتن مردم اوکراین ایه؟ ولی کشور اروپایی نمیخوان خامنه ای رو هم مثل خود پوتین از همه جا بندازنش بیرون حذفش کنن اخراجش بکنن چرا؟ مسیح این موضوع خیلی پیچیده است و واضح بگم بعضی مواقع واقعا فرساینده این طور نیست که اتحادیه اروپا هیچ ارتباطی با حکومت ایران نداشته باشه و ما سالهاست که داشتیم سعی می کردیم بر سر مسئله هسته مذاکره کنیم و در همین حال سعی کردیم که تحریم های هدفمند علیه افراد مسئول نظام و یا روی کل اونها برقرار کنیم راه های زیادی رو امتحان کردیم خیلی پس و پیش داشتیم در این مدت و واقعیت اینه که خیلی موفق نبودیم حالا می بینیم که این انقلاب شگفتانگیز برای پنج شش ماهی که داره ادامه پیدا میکنه و داره به روشنی به همه نشون میده که چقدر این رژیم در برابر مردم خودش ظالمه. من فکر میکنم خود این دلیل کافی باشه برای اینکه ما محکم تر باشیم در برابر این رژیم ولی علاوه بر اون همینطور که شما اشاره کردید اونها حتی به روسیه پهباد فرستادند تا در جنگ علیه مردم اوکراین استفاده بشه و برای همین خیلی ها در اتحادیه اروپا یک واکنش قوی تر علیه اونها میخوان میخوان که سپاه پاسداران تحریم بشه میخوان که مذاکرات هسته متوقف بشه اما مشکل اینجاست که همگی اعضا فوق نظر ندارند من, من, واقعا اینو نمیفهمم نمیفهمم که الان مشکل کجاست که سپاه رو نمیذارن تو لیست تروریستی ببینید سپاه تروریست فرستاده توی آلمان که یهودی ها رو اونجا بکشه نه فقط آلمان همه جا همه جا دارن این کار رو میکنن و خود منم توی نیویورک در واقع هدف نقشه تروریستی سپاه و جمهوری اسلامی بودم چرا دقیقا مشکل کجا یعنی هنوز وقتش نرسیده که تمام اروپا با هم متحد بشن و سپاه رو بذارن تو لیست تروریستی The main problem is that not مشکل اصلی اینجاست که همه اعضای پارلمان با هم توافق ندارند برای اینکه سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار بگیره لازمه که یک دادگاه قانونی به تروریست بودن عملیات اونها رأی بده برای همین ما یک مقدار کش و های قانونی داریم اما شواهد نشون میده که مشکل بزرگتر سیاست چون کشورهایی در اتحادیه اروپا هستند که نمیخواهند که سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار بگیره چه کشورهایی دقیقا میتونی چند تا کشور رو اسم بیارین که حاضر نیستن این کارو بکنن بله مسیح من این عکس رو از مراسم اصطلاحا سالگرد انقلاب اسلامی در تهران به یاد دارم که سفیر لهستان و سفیر مجارستان رفتن به این مراسم و با رئیسی دست دادن و وقتی اونا این کار رو میکنن از تروریستی اعلام شدن سپاه حمایت نمیکنند از طرفی کشورهایی داریم در اتحادیه اروپا که شهروندانشون گروگان گرفته شدن توسط جمهوری اسلامی و نظام تهدید کرده که اونها رو اعدام میکنه برای همین این کشورها نگران هستند به همین دلیل ما کلی بحث داریم بین کشورها اما هنوز جایی نیستیم که بگوییم همه این 27 کشور مایلند که روابط رو قطع کنند دقیقا چه نکته خوبی رو گفتی هانا برای اینکه من خودم وقتی با آقای مکرون دیدار داشتم خب یکی از دقدقه هاشون همین بود که الان شهروند فرانسه گروگان توی ایران خب اگر ما سپار رو تروریستی اعلام بکنیم یا اگر ما ممکنه که جمهوری اسلامی یه بلایی سر شهروندای ما بیاره خب این تاکتیک جمهوری اسلامیه که گروگان میگیره تا کشورهای غربی رو وادار بکنه که با اونها کنار بیان توافق هسته‌ای ازشون بگیره اونها رو تروریست معرفی نکنن و میگه ما گروگاناتون رو یه بلایی سرش میاریم واقعا الان پیشنهاد مشخص شما چیه به رهبران کشورهای غربی که به خاطر گروگان‌های خودشون و تاکتیک گروگانگیری جمهوری اسلامی کوتاه نیان در برابر جمهوری اسلامی برای من خیلی روشنه تا کی میخوایم به این وضعیت گروگانگیری تسلیم بشیم این وضع ما رو به کجا میبره من فکر می کنم همه ما به عنوان اتحادیه اروپا باید قاطعانه روشن کنیم که کجا ایستادیم و بعد سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی بعد ببینیم که میخواد با اون چی کار کنه روشنه که زمانی که اونها مثل یک تروریست رفتار می کنند باید با اونها مثل یک تروریست رفتار کرد دیدارهای رسمی و معاهدات رو قطع بکنیم در عین حال فکر می کنم که مهمه که ما شروع بکنیم با ایرانی های دیگه چه در تبعید و چه در داخل ایران به این موضوع فکر کنیم که یک ایران متفاوت چگونه خواهد بود ایرانی بدون سپاه پاسداران و بدون این رژیم سرکوبگر چه چیزی کمک میکنه که ما به سوی یک ایران سکولار دموکرات حرکت کنیم که گروهها و اندیشه های مختلف رو گرده هم میاره جوهر اتحادیه اروپا با همین گوناگونی گرده هم اومده و شاید این همون چیزی باشه که برای ایران جایگزین جمهوری اسلامی کار بکنه این کار ما نیست البته این کار خود مردم ایرانه من همینجا همینجا میخوام الان قطع کنم شما رو چون نکته خوبی رو اشاره میکنین ببینید ما ایرانی ها گروه های سیاسی مختلف چهره ها فعالان مدنی و رهبران سیاسی مختلف بالاخره جمع شدن متحد شدن همین اخیرا اپوزیسیون متحد در دانشگاه جورج تاون کنار هم قرار گرفتن تا به جامعه جهانی بگن ما آماده ایم یک ایران بدون جمهوری اسلامی داشته باشیم شما چطور اروپا چطور آیا واقعا شما حاضر هستین به جز مقامات جمهوری اسلامی بیاین با چهره مخالف جمهوری اسلامی با اپوزیسیون متحد دیدار بکنید ببینید چون واقعیت چینه که همین الان اخیرا یک خانومی موهای خودش رو قطع میکنه سیاستمدار هست نماینده پارلمان اروپا است ولی چیکار میکنه بعدش میره تعظیم میکنه در برابر قاتلان ما با وزیر امور خارجه دیدار میکنه البته دقیقا درست گفتین نماینده سوئد بوده ولی همه حرفم هم اینه که آیا شما که فقط حرف خالی فقط موقت کردن یا اینکه آماده هستین یک ایران بدون جمهوری اسلامی رو ببینید و ملاقات بکنید The meeting in Georgetown جلسه شما در جورجتان یک نشانه امیدوار کننده بود چرا که نشون داد که گروه ها از اقوام، طبقات اجتماعی و همینطور عقاید سیاسی مختلف کنار هم جمع شدند و همزمان هم شاهد بیانیه مشترک دانشجویان و اصناف کارگری از داخل ایران بودیم. میدونم که گروه های مختلفی در تلاشند که به هم بپیوندند. مثلا گروه های حقوق بشری که سعی دارند بر عدالت انتقالی تمرکز کنند. بدونید که افراد زیادی با همدلی در حال مشاهده کار شما هستند و من بگم که اتحادیه اروپا خیلی آماده است که یک ایران سکولار دموکرات رو ببینه چون ما خیلی امیدواریم که تهدید هسته‌ای برداشته بشه و مشکلات خاورمیانه هم متوقف بشه خب فکر میکنم که دلایل زیادی وجود داره که چرا تا الان یک رویه سخت سختگیرانه علیه رژیم به کار گرفته نشده یکی اینکه چقدر واقع است که مردم داخل ایران و ایرانیان خارج به این نقطه برای همبستگی برسند و دیگر اینکه بهترین راه برای پیشرفت اونها در این مسیر چیه مردم میگن چه میشه بر اونها غلبه کرد تمام اقتصاد دست اونها سیستم های وحشتناک نظارتی دارند اما با وجود این مردم مقاومت کردند و ماهها تظاهرات صلحا میزشون رو ادامه دادند برای همین من فکر میکنم که نباید امیدمون رو از دست بدیم و باید هر چیزی که مردم ایران رو با عقاید مختلف با هم همبسته میکنن رو حمایت بکنیم حالا همجوری که میدونی جمهوری اسلامی همه چیز ما رو از ما گرفت به جز امید منم امید دارم که از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم و تاریخ قضاوت میکنه اون رهبرای کشورهای غربی رو که میتونستن با ما مردم ایران بیستن ولی تصمیم گرفتن با قاتلان ما بیستن امیدوارم که یه روزی در ایران دعوتت بکنم و در کشور خودم باهات ملاقات و گفتگو داشته باشم من فکر می کنم که ما همه منتظریم که یک مهمونی بزرگ در ایران بگیریم. یک جشن بزرگ هممون با هم. از جمله کسانی که الان نمیتونن برگردن به ایران. مثل خودت و من. چون که من هم مورد تحریم های جمهوری اسلامی هستم.